چجوری میتونیم قدرت تیممون رو از این به این تبدیل کنیم. توی فوتبال 22 کاملا روش ارتقا دادن بازیکن‌ها و تقویت کردن تیم فرق میکنه. چجوری میتونیم قدرت تیممون رو از 70 یا 60 تبدیل کنیم به 100؟ قبل از اینکه میسر ویدیو حتما لایک و سابسکرایب بشن یوتیوب، فراموش نشه اینستاگرام فالو بکنید، سایت رو برسیم به 60 یا 100 کا و بریم سراغ ویدیو. اگه تا حالا PS موبایل 2021 یا PS 2021 توی مایکلاب، یعنی مایکلابش رو توی کنسول یا PC بازی کرده باشین، میدونید که اون موقع اینجوری بود که شما همینجوری تیم رو میرفتین باهاش بازی میکردین و خود قدرت ترکیب میرفت بالا و خود بازیکن‌ها همینجوری ارتقا پیدا میکردن. اما اینجا اینجوری نیست و باید ببینید که چه چیزی از بازیکناتون رو میخواین ارتقا بدین و چه جوری میتونید ترکیبتون رو خودتون ببرین بالا. یعنی اونجوری نیست که همینجوری ترکیب قدرتش بره بالا، شما خودتون وظیفتون اینجا اینجوریه که باید تیمتون رو تقویت بکنید. اما چه جوری میتونیم این رو به 100 تغییر بدیم؟ اولا که این عددی که میبینید نمیشه تیم پلی استایل لول، یعنی هماهنگی بازیکن‌ها بین هم. اگر شما توی ترکیب من مشاهده بکنید الان مثلا زلاتان ابراهیموویچ همینجوری که میبینید کارت اتلتیک سمت راست پایین 86 اوورالش، اما چون هماهنگی تیم 100 شده اینجا 88. یا مثلا رشفورد 82، چون تیم پلی استایلمون 100، هماهنگی بازیکن‌ها 100، رشفورد 3 تا از اوورالش بیشتر شده و شده 85. واسه بقیه بازیکن‌ها هم اینجوریه، 2 3 تا اوورال به اوورال اصلیشون اضافه شده و همینجوری شما حتی میتونید بازیکناتون رو تقویت کنید بدون اینکه کار خاصی بکنید. چه جوری حالا میتونیم این رو ببریم بالا؟ شما دو تا راه دارین، یا اینکه یک مربی انتخاب کنید که با تیم پلی استایلتون مچ باشه که اوورال مثلا تیم پلی استایلی که بهتون میده بالا باشه، یا بازیکن‌هاتون رو با هر مربی که گرفتید، با هر سرمربی که گرفتین بازیکن‌هاتون رو سازگار کنید با اون تیم پلی استایل یا استایلی که می‌خواید بازی کنید. اول بریم سراغ روش اول که باید حتما جی پی داشته باشین، خب سرمربی بخرید. روش اول اینه که بیاین توی منیجر لیست و از لیست منیجرهایی که هستش شما فقط کافیه که مربع رو بزنید و تیم پلی استایلی که دوست دارین رو انتخاب کنید. مثلا من کویک کانتر انتخاب میکنم که خودم دارم بازی میکنم و داره سرمربیایی که کویک کانتر بالایی دارن رو من نشون میده. مثلا ما اگه بیایم آلگری رو بزنیم میبینیم که تیم پلی استایلی که بهمون میده روی کویک کانتر 80. خب شما الان مثلا این رو اگه بگیرین، سرمربی رو بگیرید، کویک کانترش 80 و بازیکن‌هاتون هماهنگیشون با هم دیگه 80 میشه. اما چه جوری میتونیم 80 رو تبدیل کنیم به 100 که نیازی هم به جی پی نداره؟ روش دوم اینه که شما بیاین توی مای تیم، بعدش بیاین توی قسمت پلیرز و اینجا اگر مثلث رو بزنید میبینید که بغل خیلی از بازیکن‌هاتون یک سری اعداد نوشته شده که اینا نارنجی رنگن و واسه هر کدوم هم فرق میکنه. این اعداد پوینت هایی هستن که به بازیکن‌ها تعلق میگیره. بعد از هر بازی شما بازیکن‌هاتون طبق کارهایی که توی اون بازی کردن، تأثیراتی که روی توپ‌ها گذاشتن، بهشون یک مقداری لول اضافه میشه و هر کدومشون که لول اپ بشه به ازای هر لول اپ دو تا پوینت میگیره. و شما چجوری میتونید این بازیکن‌ها رو با تیمتون سازگار کنید؟ مثلا الان ما اگه بیایم روی این بازیکن مثلا کیو بگم، یک کیو بگم که مثلا سازگار نباشه. مثلا من الان اومدم روی زلاتان ابراهیموویچ و اگر اینجا شما مربع رو بزنید و بیاین روی گزینه پلیر پروگرسشن، اینجا گزینه دوم یعنی پی تیم پلی استایل رو اگر انتخاب بکنید، بدون نشون میده که این بازیکن توی کوی کانتر مثلا قدرتش، یعنی هماهنگیش با بقیه بازیکن‌ها 95، یا مثلا چیزای دیگه اش هم میتونید ارتقا بدید. اگر روی این گزینه بزنید میبینید که الان من اگه کوی کانترش رو یه دونه بهش اضافه بکنم، دو تا از پوینتاش کم میشه و کویک کانترش مکس میشه، یعنی میشه 99. و شما میتونید همین کار رو واسه بقیه بازیکناتون انجام بدین و با پوینت هایی که میگیرین اینجوری بازیکناتون رو با اون تاکتیکی دارین سازگار کنید. فقط کافیه که اینجا بیاین روی یوز پوینتس و اینجا یوز پوینتس رو بزنید و بازیکن اعمال بشه روش اون تیم پلی استایلی که دارید. حالا واسه یه سری سوال پیش میاد که آقا ما مثلا بازیکنمون پوینتس نداره، حالا بعد اون موقع چیکار بکنیم؟ اون موقع شما فقط کافیه که مربع رو بزنید، لول ترینگ رو بزنید. اگر اینجا کارت تمرین داشته باشین به بازیکنتون اضافه میکنه. مثلا من اینجا کارت تمرین دارم که تون از 10000 تایی به زلاتان اضافه میکنم و لیبلش از 17 میشه 20 و اینجا میام مثلث رو میزنم که اعمال بشه روش. بعد از اینکه اعمال شد روش، دوباره میایم همون مربع رو میزنیم، پلیر پراگرسشن رو میزنیم، میبینید که اینجا پوینت هاش اضافه شده و حالا شما میتونید هر چیزی که دلتون میخواد رو به این بازیکن اضافه بکنید یا تیم پلی استایلش رو با اون تیمی که دارین مچ کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که زودتر برسیم به 60 کا یا 70 کا یا 80 کا توی اینستاگرام و یوتیوبمون هم سریعتر 10000 تایی بشه. ممنونم که تا حالا ویدیو نکردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.